ندارن که میگیم همیشه یه پاشون بیرونه و با اینی که کاملا وصل هستن یه پا همیشه بیرونه که داره فرار میکنه و داره به اون شخص مقابل میگه که توی کاری کردی که من نمیتونم در کنار تو باشم و بعد فرار کنم. اینجاست که میبینیم مرزها و مسئولیت اصلی که یک رابطه عاطفی سالم باید در بر بگیره رو این اشخاص متاسفانه مهارتش رو هیچ وقت یاد نمیگیرن. عرض به خدمت شما که این طبقه افراد مشکل ترین و سخت ترین آدم ها هستن در تریتمنت برای دیتاکس، برای اینکه اولا این اشخاص باور خیلی مشکل باور بکنن که اعتیاد دارن و زمانی که بخوان این اعتیاد، مثلا کسایی که عموما تروماتایز هستن اینا اعتیاد دارن به قرص زنکس و زمانی که زنکس رو میخوایم ازشون بگیریم دو تا تراما به وجود میاد، یه دونه اون ترامایی که اصلا به خاطرش زنکس میخوردن، یه دونه ترامایی که خود زنکس رو میخوان بگیرن ازشون و اینجا بسیار این آدم ها مشکل هستن. در قوانین آمریکا زمانی که اگر که یک پیشنتی که 18 سال سن قانونی داشته باشه توی تریتمنت امضا بکنه و بگه که من میخوام از این در برم بیرون، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره و اغلب کسایی که دارای مسائل تروما هستن خیلی مشکل تریتمنتشون رو به آخر برسونن در دیتاکس و تموم بکنن و وارد مرحله بعد بشن. حتی سفارش میشه که اینا قوانینه، بانک میتونه اشکال داشته باشه، سفارش میشه که زمانی که یه دونه پیشنت توی این کاتگوری از در رفت بیرون مطلقاً چیسش نکنید، یعنی دنبالش نرید، برای اینکه این ممکنه بترسه. این برای بیمارانی شما صحبت میکنین که تصمیم گرفتن که برای بهبودی بیان و به مکانهایی بیان که قاعدتاً ترک الکل و دراگ و یک برنامه های 30 روزه است، 28 روزه تا 30 روزه و یا حتی والا بیشتر از اونم ممکنه تا 3 ماه تا 6 ماه طول بکشه. شما میفرمایید کسانی که بیان برای این مسئله چون از 18 سال که به بالا باشن کلن در جایگاهی خواهند بود که اگر که تصمیم بگیرن به هر دلیلی پاشون رو بذارن بیرون کسی قرار نیستش که جلوی اونها رو بگیره، برای اینکه بهبودی چیزیه که خود اون شخص باید انتخاب بکنه که بره تو بهبودی و لحظه ای که گفت من نمیخوام تو بهبودی باشم نخواهم. بله و متا این تیپ افراد باز حالا تیپ افرادی که توی بچگی صدمه خوردن، توی بچه هایی که اصلا کسایی که تراما دارن. ببینید وقتی که کسی میاد، خب خیلی ها میان توی دیتاکس و اونجا تصمیم میگیرن یا فکر میکنن که بعد 5 روز حالشون خوب شده، برای اینکه روی دارو هستن و نمیدونن که از اینجا برن میرن 4 ساعت بعد اون حالت های خماری و ناراحتی میزنه بالا. بله. با اینا ما معمولا یه دونه اینترونشنی داریم، یه صحبتی داریم، حالا دروغ که نه ولی به هر کلکی که هست سعی میکنیم که اینا رو نگه داریم اونجا و در اکثر مواقع موفق هم هستیم. این طریقی که صحبت میکنیم بذاری من رو یه مقدار باز کنم، چون وقتی میفرمایین با هر کلکی اون شخص رو ما داریم نگه میداریم، نه به خاطر اینی که بخوان اون رو نگه دارن، نه و نه اینکه بخوان نگرشون دارن که برنامه جلو بره، بلکه کسی که تمام مدت احساساتش رو خفه کرده با مواد مخدر قاعدتا در زمان سمزدائی زمان بسیار دردآوریه برای اون، هم از نظر روحی و هم از نظر جسمانی، و به خاطر همین در اون زمان مکررن وقتی که درد داره، دلهوره داره، تشویش داره، عصبانیه، اولین کاری که میخواد بکنه اینه که از اون جایی که اومده که خودش تصمیم گرفته برای بهبودی بیاد در اون شرایط میگه بسمه، من نمیخوام، میخوام برم، و کاری که میکنه معمولا اینه که دعوایی رو به وجود میاره اونجا که بگه تقصیر توئه که حالا من برم، حالا از اونجا میخواد بلندش بره که بره ماده رو استفاده کنه چون بدنش درد میکنه،
تمام وجودش درد میکنه و اینی که از نظر روحی اینقدر تشویش و استراب و عصبانیت داره که نمیتونه تو پوست خودش بگنجه. در نتیجه یه جوری دعوا به وجود میاره با یا با کسانی که اونجا دارن، اونها هم در راه بهبودی هستن، یا با کسانی که کارمندن اونجا و دکترایی هستن که دارن براشون خدمت میکنن. در اون زمانه که شما میفرمایید که با هر مدلی، با هر شرایطی، با هر جوری که ما بتونیم اون شخص رو نگرش داریم که این زمان بگذره، که ما مثل کسانی که میخوان خودکشی بکنن، چرا اون شخص رو میبرن در بیمارستان و بالاجبار اون شخص رو تقریبا حد اقل 72 ساعت اون شخص رو نگه میدارن به خاطر اینکه بتونن این حالت زمان بحرانی رو رد بکنه اون شخص. و وقتی که رد کردین رو، بعد دیگه بقیهش خب آسان‌تره و میتونه که بعد از این زمان سمزدائی وقتی که تموم شد، اون وقت دیگه بیشتر میتونه درک بکنه و راه بهبودی رو بده. عرض به خدمت شما که زمانی که یک نفر میخواد بیاد سمزدائی بکنه، بین گروه‌هایی که با این شخص دارن در آینده یا از همون لحظه کار میکنن، یک گروه کنسلرها و تکنیشن‌ها هستن به اصطلاح معاون کنسلرها که از اون ساعت و لحظه اول با این دمخور هستن و خب نرس نشسته شخص رو به ما رپورت میکنه، خودمونم میدونیم این شخص تازه اومده، هر چند ساعتی اینو چکش بکنیم، آقا غذا میخوای، خانم غذا میخوای، آب میخوای، دون میخوای، هر چی که هستش. و ضمناً اون شخص میدونه که ما سابقه این کار داریم، یعنی ما روی این تخت یک روز خوابیدیم یا یه جای شبیه به اینجا. اون اطمینانه به من و اون کمک میکنه تا این اون چند روزه رو، سه روز، چهار روز اول رو بگذرونه. چرا سه چهار روز اول میگم؟ من که سه چهار روز اول معمولا کسی سعی نمیکنه بره بیرون، همینطور داره بهش دارو داده میشه و میترسه از اینجا بره بیرون، خماری گریبان گیرشو بگیره. توی این سیستم سه چهار روزه عجیبه که یک نفر که دراگ ادیکته وقتی که میاد توی تریتمنت، ظرف 48 ساعت اول رنگ و روش اصلا عوض میشه. و ماها که توی همچین ایریایی قبلا بودیم و این رشد رو میبینیم، سوای هر قانونی، سوای هر پروگرامی که به ما دستور دادن اینو انجام بدید، اونجا واقعا متأثر میشیم که یه نفر اینقدر رشد رو کرده و میخواد اینو ببره بشکونه. ضمناً میدونیم که اگر اینو ببره بشکونه احتمالاً ممکنه که اصلا ما دیگه هیچ وقت اینو نبینیم، ممکنه بره و اووردوز بکنه، ممکنه دوباره برگرده، ولی معمولاً اون دایره‌ای که این اشخاص برگردن بیان از 3 ماه تا 6 ماه طول میکشه. خیلی درب و داغون در با مرضهای بیشتر بیده. برای همینه که ما تمام نیرومون رو به کار میبریم که مطلقا خشونت درش نداره و تمام صحبت کردنه که شخص راضی بشه و اونجا بمونه. با افرادی که تروماتایز هستن و روی داروهای عین زنکس هستن، این ارتباط بسیار بسیار مشکله. برای اینکه ظرف 3-4 دقیقه اول که من میخوام صحبت همون شروع کنم، حوصله‌اش سر رفته و اصلا تو اتاق پلو من نیست، یه جای دیگه داره فکر میکنه. و کلن هم سمزدائی از بعضی از داروها شاید مشکل تره، بله، اینکه کامپلکس تره تا مواد مخدری که آشنا هستن، فرزد تریاک هروئین خیلی هست، از اون مسائل بسیار مشخص تره که سمزدائی چطوره. ولی وقتی که داروهای متعدد استفاده میشه، داروهایی که از قرصهای متعدد استفاده شده، خیلی خیلی مشکل تره. اصلا وقتی صحبت قرص میاد وسط، چون قرص توصیه شده از طریق دکتره، بله، در مغز شخص یه نقش دیگه ای داره تا مواد مخدر تو خیابون، فکر میکنه باید بخوره، بایده، و فکر میکنه که آقا شما بدون هیچ دلیل دارید به برعکس پزشک من صحبت میکنید و اونجاست که نمیخواد کنار بیاد با ما. و اینی که زمانی که سمزدائی میشه، در حقیقت در اولین لحظات میبینیم که اون حادثه‌ای که اتفاق افتاده بوده برای شخص، اگر که درست اعتیاد پس از حادثه اتفاق افتاده، دوباره اونها میاد. من یادمه که چند سال پیش بود که مراجعی بودش که
از زمانی که در جنگ ایران و عراق بود، درست توی همون زمان جنگ ایشون اعتیاد پیدا میکنه، شروع به استفاده میکنه، اعتیاد پیدا نمیکنه، شروع به استفاده میکنه. بعد از اینکه جنگ برمیگرده، شروع میکنه به استفاده مکرر و اعتیاد پیدا میکنه و بعد